سلام، به کانال ما خوش اومدید. اگه اولین باره که ویدیوی ما رو میبینید، ممنون میشم روی دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش کلیک کنید. مهناز افخمی در سال 1319 خورشیدی در شهر کرمان به دنیا اومد. پدرش مجید امیر ابراهیمی تحصیل کرده فرانسه و مادرش فردوس نفیسی نام داشت. مادر فردوس، مادر بزرگ مهناز افخمی، چون روش شوهر رو نمیپسندید از همسر جدا شد و زندگی تنها رو تجربه کرد. او خیاطخانه‌ای تأسیس کرد و از این طریق زندگی خودش رو می گذروند که در اون دوره برای زنان، مخصوصا برای یک زن مطلقه، این امر مرسوم نبود. فردوس هم سرنوشتی مشابه مادرش پیدا کرد. او در 31 سالگی با اینکه یک پسر و دو دختر، مهناز و فرح، از امیر ابراهیمی داشت، به زندگی اشرافی و فئودالی پشت پا زد و پس از جدایی از همسرش به تهران و سپس به آمریکا رفت. این دو بانو در استقلال رأی و شخصیت الگوی مهناز شدند. افخمی در دانشگاه سان فرانسیسکو و کلرادو آمریکا تحصیل کرد و در سال 1346 خورشیدی به ایران برگشت و به عنوان استاد ادبیات و رئیس گروه زبان انگلیسی در دانشگاه ملی به کار پرداخت و در سال 1355 خورشیدی در اون دانشگاه تدریس میکرد. او اتحادیه زنان دانشگاهی رو بنا نهاد و در سال 1349 خورشیدی دبیر کل سازمان زنان ایران شد و به مدت 10 سال در این سمت خدمات شایان به کشور کرد. سازمان زنان سازمان مردمی بود که در اون زنان در ده یا شهری دور هم جمع می شدن تا به کارهای مربوط به محل خودشون مثل بهبود محیط زیست یا بهبود وضع بچه ها و مدارس رسیدگی می کردن. همه اعضای این سازمان داوطلب بودند. قانون حمایت از خانواده از دستاوردهای بزرگ سازمان زنان بود. او در سال 1355 خورشیدی به عنوان وزیر زنان به کابینه پیوست. افخمی دومین زنی است که در تاریخ معاصر ایران به مقام وزارت رسیده است. در دوره وزارت مهناز افخمی، قوه مقننه ایران حق برابری زنان در طلاق، افزایش حداقل سن دختران برای ازدواج، حمایت از اشتغال مجدد زنان پس از مرخصی زایمان و حق برخورداری از تسهیلات نگهداری از کودکان برای زنان شاغل را تصویب کرد و قانون حمایت از خانواده قبلی در سال 1346 رو گسترش داد. در این دوره یکی از دستاوردها محدودسازی چند همسری بود که به 2 همسری و اون هم با اجازه همسر اول محدود شد. به عقیده بانو افخمی، نقش مذهبی اون و مخالفت اونها مانع از قانونی کردن تک همسری شد و این مهم نیاز به عوض شدن فرهنگ و آگاهی مردم از حقوق خودشون داشت و زمان می‌خواست. او همچنین نقش مخرب گروه های چپ که اصولاً هر قدمی رو برای بهتر کردن وضع زن برداشته می شد به شاه نسبت می دادن و اون رو نمادی از تلاش او برای ارائه چهره مترقی ولی ساختگی از جامعه ایران می خواندن، عامل دیگر بازدارنده در تغییر بنیادین قوانین به سوی مساوی شدن حقوق زن و مرد می داند. مهناز افخمی همواره حامی جنبش زنان ایران بوده است. برای نمونه میتوان از حمایت ایشان از کمپین 1 میلیون امضا برای پایان دادن به قوانین تبعیض‌آمیز در ایران اشاره کرد. او همکنون در ایالت مریلند در آمریکا زندگی میکند. در دورانی که من در سازمان زنان بودم، تازه تعداد زنان فارغ التحصیل داخل و خارجی که وارد بازار کار شده بودند به اندازه‌ای رسیده بود که به حرکت اجتماعی اثر ملموس بگذارد. با این همه ما در آغاز حرکت بودیم که انقلاب شد. آنچه به ما کمک می‌کرد این بود که جامعه به طور کلی در بستر توسعه و مدرنیسم پیش می‌رفت و دولت به تغییر و پیشرفت تعهد داشت. یعنی جو حاکم بر جامعه خواستار فضایی بازتر بود که در آن زن و مرد هر دو بتوانند حضور داشته باشند و اظهار وجود کنند. نگاه ما به آینده کاملا متفاوت از گذشته ما بود. در آن زمان کمتر اتفاق می افتاد که ایرانی ها خود را با کشورهای همجوار مقایسه کنند. ما
مورد مقایسه همیشه پیشرفته‌ترین ممالک جهان بودند. ممنون از همراهیتون تا انتهای ویدیو. اگه از این ویدیو خوشتون اومده لایک کنید و برامون کامنت بگذارید. ممنونم. خدا نگهدار.